تجارت جمهوری اسلامی با اغلب کشورهای جهان در سال گذشته افت و خیز داشته و بیشتر افت داشته. صادرات و واردات به دیگر کشورها، چه کشورهای منطقه و چه کشورهای جهان، از کاهش چشمگیری برخوردار بوده، اما در این میان هندوستان وضعیت خاصی داشته. سال گذشته داد و ستد تجاری ایران و هندوستان 30% افزایش پیدا کرده. این موضوع به دلیل بیشتر به دلیل بندر چابهار و اداره اجرایی این بندر توسط هندوستان هست. هندی ها برای دفاع یا برای نگهداری از منافع خودشون در منطقه 2 کشتی جنگی هم در دریای عمان مستقر کردند. در صورت هند از وضعیت خاصی برخوردار، خصوصا که از تحریم های دونالد ترامپ در چابهار معاف هست. و اما مسئله گران شدن کالاهای اساسی، کالاهای مصرفی، کالاهایی که به چشم نمیاد در ابتدا، مثلا عینک. عینک مصرفش به گفته حمید ثابت قدم، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران، فروش عینک در عینک فروشی ها کاهش پیدا کرده و مردم به خاطر اینکه قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده میروند از دست فروشی ها عینک میخرن، که این از نظر بهداشتی میتونه به سلامتی اونها آسیب برسونه. و غیر از این مسئله واردات و صادرات، در زمینه کسب و کار هم جمهوری اسلامی تنزل رتبه داشته. ایران در انجام کسب و کار با 4 رتبه تنزل نسبت به سال گذشته در رتبه 128 از 190 کشور جهان قرار گرفته. و غیر از این مسائل، مسائل دیگری هم پیش میاد. هر زمانی به یک موضوع، به یک موضوع خاص، امروز هم بیلیارد بازی دختران ایرانی موجب شده که ما به این موضوع توجه بکنیم، که علارغم همه سختی هایی که فکر میکردن در پیش پای دختران و زنان کشور ما هست، در همه زمینه ها، در زمینه ورزش هم، در رشته های مختلف، رشته های باور نکردنی مثل همین بیلیارد زنانی که گفتیم، یا حتی در زمینه بوکس زنان، دختران و تونستن خوب بدرخشن. غیر از این در زمینه تحصیل هم آمارهایی داشتیم که دختران، تعداد دانشجویان دختر نسبت به پسر در خیلی از رشته ها بیشتر هست، اما باور نمی کردیم که در حوزه های علمیه هم همینطور باشه و 500 مدرسه علمیه یا حوزه علمیه مختص دختران در کشور وجود داشته باشه که تعدادش از تعداد پسران بیشتر هست. و این دختران در این حوزه های علمیه در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مشغول تحصیل هستند و تنیس باز بودنشون، بوکسور بودنشون، فوتبالیست بودنشون، والیبال بودنشون، هنرمند بودنشون و تحصیل کردنشون در همه رشته ها، حتی در رشته های مذهبی هم یک انقلابی ایجاد کرده. و اما دادگاه های مطبوعات که معمولاً، و ما دلمون خوش بوده که هیئت منصفه داریم، هیئت منصفه ای در دادگاه های مطبوعات وجود داره که معمولاً آرایی که میده خیلی آرای سفت و سختی هست. روزنامه قانون هم محاکمه شده و اعضای هیئت مدیره، هیئت منصفه به اتفاق آرا مدیر مسئول روزنامه قانون رو مجرم شناختن و مستحق تخفیف هم ندانستن. در صورت بگذاریم، هیئت منصفه های ما هم باید به سمت آزادی مطبوعات یا مطبوعات یا باشن بیشتر در جهت کنترل اونها رأیشون رو میدن. و امروز هم مسائل فنی افزایش درصد غنیسازی اورانیوم به پایان رسید و درصد غنیسازی ایران
از 3.67% درصد هم عبور کرد. این اتفاق موجب واکنش کشورهای دیگر شده و نخستین کسی که واکنش نشون داد و ذوقم کرد آقای نتانیاهو بود. ایشون این موضوع رو گامی خیلی خطرناک اعلام کرده و از انگلیس، فرانسه و آلمان خواسته که به طور خودکار اون تحریم هایی که قبلا بوده رو باز بگردانند و اونها هم غیر از آمریکا جمهوری اسلامی رو تحریم بکنند. غیر از این موضوع یک فرستاده ویژه آمریکا هم به کشور همسایه ما عراق امروز اومده بود با هیئت همراه. آقای جیمز جفری فرستاده ویژه آمریکا با هیئت همراهشون با آقای نجاح الشمری وزیر دفاع عراق دیدار داشتن که این دیدار باید ببینیم که برای چه موضوعی بوده در این موقعیت حساس. این آقای جیمز جفری به سوریه هم برای مأموریتش می رود امروز و فردا. و اما در این ارتباطات یک گفتگوی تحلیلی ما بین آقای دیوید سانگر گزارشگر کهنه‌کار نیویورک تایمز و گزارشگر امور امنیت ملی روزنامه نیویورک تایمز یک گفتگو داشته با مایکل باربارو مجری پادکست دیلی. این گفتگوی تحلیلی نکاتی داشته که چند نکته از نکات آن رو برای شما با اون اشاره میکنیم که به وضعیت همین عبور ایران از این غنی‌سازی اورانیوم مربوط میشه. این تحلیلگران به یکدیگر گفتند که رهبران جمهوری اسلامی میبینند که کره شمالی بدون آنکه راضی به تسلیم زرادخانه هسته‌ای خود شود با آمریکا چانه زنی میکند. و بعد نکته دیگر در قسمت دیگر دیگری به دیگری میگوید که تهران نیاز ندارد که چون کره شمالی واقعا تا ساخت بمب اتمی پیش برود، کافی است به جهان نشان دهد که مقدمات ابزار ساخت آن را دارد و آن وقت دوباره کارتی در دست خواهد داشت تا جهان را وادار به برداشتن تحریم ها کند. گل تحلیل این دو تحلیلگر کهنه‌کار و قوی این هست که میگویند اگر کاخ سفید بخواهد جلوی الگوبرداری ایران از کره شمالی را بگیرد چه باید بکند؟ و بعد پاسخ میدهد بستگی به این دارد که نیت اصلی کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی چه باشد. یک رویکرد که آشکارا هم روی آن تاکید می شود این است که همه فشارها با هدف آوردن ایران به پای میز مذاکره و کسب یک توافق بهتر است. اما رویکرد دیگر هم این است که در داخل دولت آقای ترامپ کسانی معتقدند بحران هسته‌ای ایران تا زمانی که این حکومت در بر سر کار است یا بر سر کار باشد حل نخواهد شد و بنابراین تمرکز باید بر روی تغییر رژیم جمهوری اسلامی در تهران و جایگزینی آن با جواندرهایی باشد که سودا و وسواس اتمی شدن رو ندارند. و نکته پایانی این هست که وقتی با مقامهای کشورهای اروپایی هم بدون میکروفون و در گوشی حرف میزنیم یا حرف میزنید به شما میگویند که آنها هم باور دارند که واشنگتن کمترین قصدی برای توقف برنامه هسته‌ای تهران ندارد و در حقیقت به دنبال فروپاشی حکومت فعلی در ایران است.